با سلام خدمت هموطنان، شل هر جا هستین سلامت باشین. در رابطه مجوز افک، عزیزان هموطن، مجوز افک الزامیه. حالا یا اعلام کنین ارث یا فروشی ملک، در دفتر ما وکلا انجام میدن و به نفع خود خودتون و خانواده دونه چه این کار انجام بدین، به دلیل اینکه این مجوز کمک به شما میکنه که شما تکس ندین، حتی نمیخواد به آرارس گزارش کنین، حتی نمیخواد به باین نشون بدین. وقتی شما سیستم افک را چک میکنن، شما در افک هستین و میتونین به راحتی نقل انتقال دون رو انجام بدین. هر زمانی هم طول بکشید مهم نیست. حتی بعضی از من سوال میکنن چند نوبته؟ نوبت نداره، بانکی در ایران وجود نداره، همه باید از طریق صراف باشه. اینه که شما نگران این که چند نوبته و نگران زمانش نباشین، تماس بگیرین، ما برای شما انجام میدیم. در رابطه با نقل انتقال ارزان در ایران، 27 تا مجوز رسمی هست که کاری دلار در ایران انجام میدن. صراف یه دونشون ما هستیم، با هر کس راحت ترین کار کنین. ولی مهم اینه این مجوز افک را باید قبل از فروش ملک بگیرین. حتی فرض برای این بگیرین که شما ملکتون رو 5 سال دیگه فروختین، مهم نی، مجوز افک را بگیرین داشته باشین. این خیلی مهمه که بدونین. بعضیا میگن آقا ما الان میخوایم بریم مجوز بگیریم، فردا هفته دیگه هم بفروشیم. این کارا نکنین، قبلش مجوز افک رو بگیرین. در رابطه با پاسپورتم، عزیزان هموطن، کسانی که پاسپورتی فوری میخوان، به دلایلی میخوان ایران برن با یه رقمی بیشتری که ما به دفتر منافع میپردازیم و هماهنگ میکنیم، پاسپورت در اسرع وقت به در منزل شما خواهد اومد. در رابطه با وکالت های کاری، وکالت های فروش، وکالت های دریافت حقوق بازنشستگی، اینا رو ما انجام میدیم. نکته مهم اینه که شما صلح‌نامه تهیه کنین. سال هاست من در این برنامه به همه دون توصیه میکنم این صلح‌نامه بعد از مرگ وارثین احتیاج به انحصار و وراثت ندارن، احتیاجی که فروش ملک رو مالیات بدن ندارن. این صلح‌نامه بعد از مرگ اعتبار داره و میتونن وارثین برن سند بگیرن بدون انحصار و وراثت. این کار حتما برای خانوادتون انجام بدین، ولی باید حتما دفتر منافع در واشنگتن تایید بکنه. در رابطه با کار حقوقی هم در ایران، عزیزانی که زمینادون به هر دلائلی سند شیر و خورشید داره و شما مراجعه کردین، زمینادون یا ساختن یا تصرف کردن، 3 بار بعد از انقلاب سازمان مسکن شهرسازی اعلام کرد عزیزانی که سند تکفلگی لازم دارن بیان سندهای شیر و خورشید رو تبدیل به سندهای تکفلگی بکنن. وقتی شما مراجعه نکردین سند رو باطل کردن، به خصوص اطراف شهرستان ها مثل کرج و بقیه. اینه که حتما با من تماس بگیرین، سندون رو تبدیل به سندهای تک بلگی بکنین. و اگر به هر دلائلی هم دولت زمین شما رو موات اعلام کرده، یعنی زمین های بی صاحب، 30% اینو حق انبارداری برمیدارن و بقیه رو به شما 70% معادل ارزش ملک شما به شما میپردازن. عزیزانی که در رابطه با خرید سرباز با من صحبت میکنین، ببینین اول که باید مدارک شما آماده باشه، بعد اسکایپ بشین و وکیلتون در ایران کلی مدارک را با عکس آخرین مدرک تحصیلی و بقیه داشته باشه. منتظریم ناجا اعلام بکنه، بین 7000 یورو یا 5000 یورو اینا به زودی اعلام میکنن که میپردازیم و معافی شما میخریم. ولی قبلش یک کار 1 ماهه داره، یعنی استعلام با ناجا، استعلام به ناجا و اسکایپ با دفتر منافع و تایید بشه شون مقیم خارج از کشور است. هموطنان با من تماس بگیرین، در هر ارتباطی من با شما صحبت کنم، بهترین کارم اینه که با هم مشورت کنیم و توی این مشورت ما موفق خواهیم شد. شما هر جا هستین سلامت باشین، ما 7 روز هفته در خدمت